ما زمانی که 17 سالمون بود یه لیوانهایی بود، اگه اونایی که هم سن و سال منن یادشون باشه یه تومن بود لیوان این ریختی. بعد سالها یه لیوانی اومد شد 15,000. گفتن چرا این 15,000؟ گفتن چون این نشکنه. یعنی چی؟ یعنی دست بیفته نمیشکن. خب بعد توی یه اداره ثبت اسناد من یه فیلمی دیدم که یه آقای کارمند جوانی یه دونه از این لیوانها رو شکوند، بعد یه تومن گذاشت توی اون جایی که مولا عبدالشی بود، ببین بابت اون لیوانی که من شکستم. فرداش اون مستخدم اونجا اومد و یقه این آقا رو گرفت، گفتش که پیرمرد بود، آقا 15,000 باید بدیم. چرا 15,000؟ گفت چون این نشکم بده تو شکستی. گفت این چون نشکم بده 15,000 به من داشت. گفت بله. گفت بچه شکست. گفت تو نشکم رو شکوندی با 15,000 بده. این صحنه بود که من از فیلم گزارش آقای کیارستمی دیدم و اون زمان فکرم 16-17 سالم زیاد من فیلم دیدن نیستم و متاسفانه نبودم. سالها بعد وقتی که آقای کیارستمی رو دیدم گفتم هیچ وقت یادم نمیره، چون من همونطور که آقای دکتر رفیعی گفتم نوع دیدن، ما همیشه سطح رو میدیدیم، شما در این فیلم به من یاد دادی که عمر رو ببینیم. لیوان نشکنی که شکست قیمتش 15,000. این اولین دیدار من. من 4 تا دیدار دارم. میخوام بگم یا همین وقت کافیه؟ نه. خب نو بار دوم زمانی که بود که من فیلمساز مثلا شرفتم تو کار فیلمسازی. من همیشه به من میاد تا چیکاره ای روم نمیشه بگم فیلمساز، چون همیشه فکر میکنم فیلمساز کوروساوا از تارکوفسکی، من کجا و فیلمسازی حتی با از منطقه دست دوستم. ولی رفتیم به فیلمی ساختیم به نام گارد. موقعی که این فیلم رو میساختم، چون از بعد به ورودم یک آقایی که مهندس سازه بوده طراحی ماشین رو انجام میداد، گفتم من رفتم به فیلمبرداری، گفتم یه برای من فیلمبرداری کنی. یه نگاهی کرد اینطوری، گفت من میام برای تو بگیرم. گفت برو همه کار سینما رو یاد بگیر، ولی تا پایان عمرت باید مجلس فیلمبردار رو بگیر. من رفتم و تمام کارهای سینما رو، البته نگاتیو، زمانی که آنالوگ بود، همه رو یاد گرفتم، حتی لابراتوار. بعد میرفتم لابراتوار که یه بار با آقای عالمی بحثم شد سر یک مشکلی که من میگفتم این نگاتیو آندر، اون میگفت نه آندر نیست. گفتم میریم خلاصه اینقدر این برابر متخصصین رو آوردیم، بعد معلوم شد آندره. بعد به من گفتش که من نمیخواستم جلوی تو اون فیلم بردار رو ضایع کنم، ولی تو درست گفتی. به هر حال من میرفتم به لابراتوار و تمام راش‌های خودم و فیلم گارد رو که میساختم نگاه میکنم، رو میز موبایلم میذاشتم مثلا ببینم سالمه یا نه. تو داری میبینی فیلم کیارستمی رو ببین، مثلا اگر جایی خطی افتاده نمیدونم آندره فلان اینا، بنویس فلان پلان، اینجوری شده که ما دیگه چی کنیم بهشون بگیم. بعد من شدم در واقع کارمند لابراتوار و متخصص کنترل. فیلم راشای آقای کیارستمی رو زمانی که فیلم خانه دوست بجاسی می ساخت همزمان با گال تمام رو نگاه کردم، تمام می دیدم، ولی هیچی ازش نفهمیدم. گفتم چیزی راش گرفته، چون موقع هم صدا سرسره نبود دیگه، دیالوگ نداشت، ولی نمیفهمیدم، ولی تصویرش خیلی قشنگ بود. بعد موقعی که توی سینمای آزادی اون زمان می رفتم جشنواره فجر، فیلم من توقیف شد، ولی فیلم ایشون نمایش داده شد. بعد که رفتم فیلمش رو دیدم، وقتی که تموم شد توجه که تمام راشاره بوده بودم، یعنی راشی نبود که من نهیده باشم، حالی تو بهش نگفته بودم. ولی وقتی فیلم تموم شد برای اولین بار و آخرین بار تا به حال تو عمرن همچه اتفاق نیفتاده، یه دفعه بلند شدم براش دست دادم. این برای من خیلی مهمه. من برای فلک بلند نشدم دست بزنم، نه که نخوام، منو به وجد نیاورده. دو فیلم با من این کاری کرد، یکی همسرایان کیارستمی، یکی فیلم 15 دقیقه‌ای بود و من معتقدم قوی‌ترین فیلمشه، یکی هم فیلم خانه‌نویس کیارستمی که باز برای دوم بار که دیدمش گفتم کیارستمی کسیه که اگه 10 نفر دست کنن توی منجلاب، کیارستمی از توی منجلاب جواهر میاره بیرون.